مباح کردن خمس برای شیعیان چه معنایی دارد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بله، در این زمینه روایتی هست که ائمه هدا علیه السلام خمس را برای شیعیانشون مباح کردن، اما این معنا داره، اینجور نیست که آدم یه روایت را ببینه و غفلت کنه از سایر روایات. خمس از ضروریات قرآن مجید و انکارش موجب کفره. بله، بنابراین معنا دارد اینکه مباح کردن ائمه خمس را برای شیعیانشون. حضرت آیت الله شیرازی، بله، دامت برکاته، می‌فرماید خمسی که از طریق، یعنی مالی که توش خمس هست و از طریق غیر مسلمانان به دست انسان برسه، این بر ما شیعه ها مباحه. بله، تصرف درش برای ما ایرادی نداره. چرا؟ برای اینکه زندگیمون پاک بشه، رزق روزیمون پاک بشه، به نسلمون و به نطفه هامون اثر نگذاره. بنابراین چون ما در تماسیم با کافرها و از اونها اموالی به ما منتقل می شود و متعلق خمسه، این رو حضرت مالشونه برای ما مباح کردن. همچنین اگر از دست مسلمانی این مال برسه که او معتقد به خمس نیست، مسلمانه، نماز میخونه، روزه میگیره، بله، معتقد به خمس نیست، فامیلمونه، میخوام با هم رفت آمد داشته باشیم، میخوام صله رحم بکنیم، میخوام قطع رابطه با اونها نکنیم، قطع رابطه و قطع رحم درست نیست. فرمودن شما با اینها ارتباط داشته باشین، قطع رحم نکنید، این مال ماست که در اختیار اونهاست، شما از این اموال میتونید استفاده کنید و برای شما مباحه، برای شما حلاله، برای پاک شدن زندگیتون زندگی. و برای اینکه بر اولادتون اثر منفی نگذاره.